سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال از پاکستان میخواهد که هر گونه اخراج پناهجویان افغان از آن کشور را متوقف کند و اقدامات مثبتی را برای تضمین امنیت زنان و دختران پناهجو اتخاذ نماید. عفو بین الملل دیروز چهارشنبه در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که اخراج پناهجویان افغان از پاکستان زنان و دختران را در معرض خطر بی‌پیشینه قرار می‌دهد. این در حالی است که پاکستان قرار است که ابتکار عمل خود برای اخراج پناهجویان افغان را در زمان اثر گیرد که تشدید تنش‌ها بین دو کشور همسایه رو به افزایش است. یک گروه زنان معترض افغان از وضعیت سیهی منیژه صدیقی در زندان طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت که او تحت شکنجه طالبان قرار دارد. گروه اعتراضی زنان موسوم به زنان از دریچه امید که در پاکستان فعالیت دارد دیروز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر ثابت از بی‌تفاوتی فعالان حقوق بشر نسبت به سرنوشت خانم صدیقی انتقاد کرد. در حال حاضر منیژه صدیقی عضو جنبش خودجوش زنان از 9 ماه اکتبر سال 2023 تا کنون در زندان طالبان به سر می‌برد. این گروه زنان معترض همچنان اجرا دادند که ممکن طالبان خانم صدیقی را به جرم سوزاندن عکس رهبرشان ابتلا آخونزاده سنگسار کند. این نهاد حامی زنان همچنان گفت که خانم صدیقی با وکیل مدافع و خانواده اش در زندان دسترسی ندارد. نهاد خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی خواهان رهایی رامین امیری مسئول تلویزیون جهانی صلح در ولایت هرات و عبدالله احمدی گزارشگر محلی تلویزیون یک در قندوز و دیگر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغانستان در بند طالبان شده است. این نهاد عامی خبرنگاران امروز پنجشنبه در اعلامیه همچنان از دفتر معاونت ماموریت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان خواست که از هر طریق ممکن زمینه رهایی آنها را مساعد سازد. در اعلامیه آمده که محل ملل متحد و تمامی نهادهای مرتبط به آن باید بر طالبان فشار وارد کنند تا از ادامه بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای جلوگیری شود. در حملات هوایی اسرائیل 16 تن در جنوب لبنان کشته شدند. همزمان رسانه‌های اسرائیل از کشته شدن یک اسرائیلی در حملات راکتی گروه تندرو حزب الله خبر دادند. روز گذشته مرگبارترین روز بین لبنان و اسرائیل در 5 ماه گذشته خوانده شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که حملات هوایی اسرائیل روز گذشته یک مرکز شبه نظامیان حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داد. گفته شده که در این حملات به شمول چند شبه نظامی حزب الله، یکی از کماندانان محلی گروه شیعه دیگر به نام جیش عمل هم کشته شده است. همزمان گروه حزب الله لبنان با نشر اعلامیه دیروز گفت که در حملات تلافی جویان 10 راکت را به شمال اسرائیل شلیک کرده‌اند.